دانیال سلام، سلام، خوبی؟ صدا خوب خوبی شد؟ مرسی. صدا خوبه؟ بله، بگو. من الان از کی بود منتظر بودم با شما صحبت کنم، ولی از شانس بعد من دیگه اینجوری صدا خراب شده بود، نمیشد براتون حرف بزنم. اشکال واقعا نداره، بگو. برنامه خوبی مرسی. داریم، منم واقعا استفاده کردم، جالب بودش. بعد در خصوص مجاهدین گفته بودین، اینا تو ایران یه تعداد به حساب طرفدار داره، اینجوری هم نیست اصلا هیچ طرفداری نداشته باشن، ولی خب خیلی کم هستش. یعنی اینکه اصلا نباشن اینجوری هم نیست آخه، چون حساب ویدیوهاشون هست که خیلی فعالیت میکنه. اصلا امکان نداره که صفر باشه، معلومه که صفر نیست. جمهوری اسلامی هم خیلی طرفدار در همه جای دنیا، اصلا ما نمیگیم نیست. خیلی خب، من چون فکر میکردم مثلا اینجوری دیگه میکنیم. بعد راجع به امید دانم، دنبال یک به حساب ویدیویی ازش بودین که یکم منطقی تر باشه و به حساب خوب حرف بزنه و کم توهین کنه از این مسائل. یک ویدیویی راجع به جیمز واتسون به حساب پدر علم فیزیولوژی که نوه برنده جایزه نوبل فیزیولوژی شده، راجع به اون یه ویدیویی صحبت به حساب درست کرده و صحبت کرده و اینا. به نظرمون رو بررسی کنه خوبه، چون هم کوتاهه، هم مفیده، هم به حساب فکر می‌کنم منطقی تر باشه نسبت به اونای دیگه. آخه جیمز واتسون یه چیزایی گفته که ما رو یوتیوب اگه بگیم پدرمون در میاد. جیمز واتسون اون چطوری پس یه اومده صحبت کرده پدرشو در نمیاد؟ عجیبه. من نمیدونم یوتیوب به ما گیر میده. البته فکر کنم یوتیوب یه زمانی امیدانا رو حذف کنه، به خاطر اینکه فکر کنم هنوز وقت نکرده این کانالایی که به فارسی هستن و فکر کنم هنوز کسی نمیاد چک بکنه مردم چی میگن. خب یوتیوب فقط کانالای انگلیسی رو میاد چک میکنه، ولی من فکر میکنم اگه قوانین کانالای انگلیسی رو به همون استاندارد رو بخوام بذارن رو کانالای فارسی، من فکر کنم کانال امیدانا حذف شه، یه روزه حذف شه. نه واقعا من میگم اگه این حرفایی رو که میزد و اگه به انگلیسی میزد که الان تا حالا حذف شده بود. من فکر کنم اینا فقط ندارن به اندازه کافی زبونای دیگر رو کسی بخواد بیاد چک کنه، یعنی که براشون مهم نیست. برای اینکه فکر کنم ممکنه کسی بهشون گیر نمیده که مثلا به زبونای دیگه مردم چی دارن میگن، و کسی نمیاد به یوتیوب گیر بده که چرا شما میذارین اینا روی یوتیوب بمونن. انگلیسی ها رو بیشتر بهشون گیر میده. آره اتفاقا من میشه برام تعجب بود، مفتم من کانال تو یوتیوب زیاد دیدم راجع به آدولف صحبت میکنن، راجع به مسائل نگوی زیادی صحبت میکنن، ولی اینجا مثلا حتی اسمشون میگین. اتفاقا تعجب کرده بودم، گفتم چرا اینقدر به شما سختگیری میکنه. من کانال انگلیسی ببین کانال انگلیسی ما که پدر ما رو درآوردن، خب ما درباره همین اتفاق، همین بیماری که الان پخش هست، خب ما درباره‌اش صحبت کردیم. حالا اسم بیماریش من الان نمیخوام بیارم. ما خودمون هیچ جدایی نکردیم، یه اخبار بود. خب یه گروه کاتولیک، یه کلیسای کاتولیک یه سری چرت و پرت داشتن درباره این بیماری میگفتن. خب ما خودمون هیچ جدایی نکردیم، ما گفتیم که این کلیسا یه چرت و پرتی زده و تازه گفتیم، یعنی و متخصصین اومدن گفتن این حرفاشون چرت و پرته. ما کانالمون یه استرایک گرفت برای اینکه یوتیوب میگفت ما داریم اون حرف رو میزنیم. ما میگیم بابا اخبار بود، ما خودمون نگفتیم، ما داشتیم میگفتیم اینا گفتن. متوجه شدم. هیچ کسی مثلا ما میگه اپیل کرد، هیچ کسی نمیاد چک کنه. برای همین ما فقط باید حواسمون این باشه که اصلا اسم این کلمه ها رو نیاره. ما اسم مثلا داعش رو آوردیم چند بار توی کانال، اونم یه استرایک گرفتیم. الان اون استرایک هم هنوز رو کانالمون مونده. یعنی ما خودمون، ما که طرفدار داعش نیستیم. خیلی شد اصلا عجب غریبه. بس دیگه انا اسمشو نیار دیگه، بگو هم گروه تروریستیه، نمیدونم لباس سیاه میپوشن و چیکار میکنن. نه انگلیسیشو فکر کنم حساس دارن، فارسیشو حساسیت ندارن دیگه. این واقعا یه کارایی میکنن، انگلیسی و فارسیش فرق میکنه. اما اون آدولف تقریبا انگلیسی و فارسیش اسم خاصه دیگه، یه معنی میده به هر حال. ببین من یه چیزی دیگه هم بگم، بابک هم اینو میدونه، ما هیچ کدوم از ویدیوهامون روی کانال فارسیمون مشکل پیدا نکرده. خب ولی من از تجربه بدی که با کانال ویدیو انگلیسیمون دارم، حواسمون هست، داریم محافظه کاری میکنیم برای اینکه اگه یه موقع اینا به یه جا رسیدن که تونستن همه فارسی رو ترجمه کنن به طور مستقیم و بعد بیان الگوریتم چیزشون رو، رباتاشون رو بندازن به جون کانال ما که بیان استرایک بدن،
ما همون موقع حواسمون باشه که یه سری چیزایی رو نگفته باشیم. ببین اینا هم از عمد اینجوری نیست که بخوام بیان اذیت و آزار بدن ما رو، اینا یعنی فقط به خاطر اینه که ندارن کسی بیاد اینا رو یکی یکی چک بکنه، ویدیوها رو چک بکنه، همش یه رباته که داره چک میکنه. برام پدرمون در میاد اینجوری. آره اتفاقا خوبه، محافظه‌کاری انجام میدین. برای شما الان یه جورایی دارین این کار روشنگرا رو در واقع انجام میدین، البته یه جوری نیست، واقعا دارین انجام میدین دیگه. دقیقاً مثل همون قضیه که تو رنسانس پیش اومد، فکر می‌کنم امثال شما واقعا لازم باشن که این صحبت‌ها رو بگن. حالا ما اینجوری حساب می‌کنیم که کلاً همه ما من شما هم اشتباه می‌کنیم، ولی حتی اگه کامل هم بر فرض اشتباه کنیم، بازم خوبه که این صحبت‌ها بشه، اطلاعات حساب رفته برگشتی بشه تا این چرسو امیده باشه که بشه صحبت کرد. ولی خب متاسفانه دیگه، آره دیگه گیر زیاد داره. در خصوص اون مسئله که ما واسه صحبت کنم و هی اینترنت هی قطع می‌شد و این مسائل، میگم که چجوری بگم، چون دین و اعتقاد یه جوریه که خب جامعه، خانواده و خیلی دیگه از عوامل مختلف به صورت حساب یه جور شستشوی مغزی از بچه، حالا بدون اینکه بچه چیزی بفهمه، میاد بهش میگه اینجوریه اونجوریه اینجوریه اینجوری، تو مغزش باقی میمونه. بعدها که با منطق و استدلال اینا رو حساب کتاب میکنه، میبینه اینا خب یه جورایی با حساب کتابش جور در نمیاد، مثلا اینکه خدایی باشه، نمیدونم جهنمی باشه، چی باشه اینا، ولی چون از اول به حساب اینا رو بهش قبولوندم، یکم سخته که اینا رو به حساب کنار میذاره، ولی همش یک ترسی داره، یک وسواسی، یک استرسی، نکنه نمیدونم فلان باشه و از این مسائل این شکلی. و یعنی اگه الان جوری بود که مثلا دین از 18 سال به بعد میگفتن و یه حساب یه سن عقلی بود میگفتن، اون فکر نمی کنم اینقدر طرفدار می داشته شه. شما هم البته اینا رو بهتر از من فهمید. درست. آره درست. دین اگه از 18 سال، دین اگه از 18 سالگی به بعد یاد میدادن، فکر کنم یک درصد مردم هم دیندار نمی شدن. شما الان مثلا اصلا پیشنهاد خیلی نمی شد. آره. الان مثلا من مثلا در قامت حالا آدمی که شک داره بین این و اون، میامدم مثلا از خود شما میپرسیدم که تمام بار این گناهش رو قبول میکنی که منم بیام مثلا ATS بشم یا بی خدا بشم یا بی دین بشم، شما چی میگفتید؟ من که جواب دادم، من میگفتم خب شما هم بار این رو قبول میکنین که حرف شما درسته، ولی اون اگه برمیداشت میگفتش که بگم. ما بعد مرگ رو نمیدونیم و نمیدونم فلان و فلان، سفسته دیگه، خودت که بهتر از من میدونی. نه ببین، من میگم که شما هم خب، ببین من میگم که شما هم مثلا روی در خونتون رو اگه سیر نمیذارین، من نظرم بارش رو قبول میکنین که من یکی ومپایر بیاد مثلا وسط شب منو بخوره، شما بار اینو قبول میکنین؟ یه همونه دیگه. بعد اون اگه میگفت درسته؟ آره آره خب اون اگه میگفت بله، خب این شما میگفتین قبول، خب بعد منم قبول، به همون دلیل منم قبول میکنم، باشه بارش قبول میکنم. بس بار گناه، بار همه گناه ها دوش من. میاره اینم روش جالبیه. اصلا من همین الان میام اعلام میکنم، همه مسلمانان میتونین دیگه از امروز دیگه مسلمان نباشین، بار همه گناه های همه شما اگه اسلام واقعیت داشت، بار همش رو دوش من، همش، همه مسلمان دیگه، عمرتون رو آزاد کردم، برین زندگیتون رو کنین. آره حرف قشنگی بود، ولی من به حساب انتظار داشتم اون استدلال دراپرا رو حتما بگین. آره ولی خب چیکار کنیم دیگه، بعضی وقتا یه چیزی میشه که از منطق خارج میشه، الان منم نمیدونم صحبت میکنم، میگن نظم و نمیدونم، میگن نمیدونم چجوری بگم، ما ثابت کیهانی خیلی کم و ما خیلی نمیدونم دقیقی، و من چی گفتم خب ببینیم، بارها و بارها و بارها اینا امتحان شده، بارها نمیدونم چجوری بگم، به حساب میلیاردی طول کشیده که این اتفاقو به این شکلی که الان میبینین با این نظم به وجود بیاد. نه خب شما مثلا یه هواپیما رو میبینین، قد همون مثال بوئینگ رو نمیدونم اصلا چی بگم، اینو انقدر برای شباب دادیم دیگه چیکار کنیم. آره من میگم یک بار منظم تو همین کانال جواب دادین، یکی سرچ کنه پیدا کنه منظم و مرتب که مثلا همه اینا رو جواب داده بدون هیچ یک ذره ای نمیدونم. من کتابم، من بابک قراره یه روزی کتاب، من کتابی که نوشتم Why There Is No God به فارسی ترجمه شده، خب هر چپترش یکی از اینا رو جواب داده، خب این فارسی ترجمه شده، فارسی مجانیش هم هست، لینک توی دیسکریپشن هست. بابک قراره یه روزی این کتاب رو صوتی بکنه،
وقتی که کتاب صوتی شد، هر کدوم از این هر چپتر این کتابو میکنیم یه ویدیو و میذاریم روی کانال. آره اینجوری باشه یه خیلی خوبه. بفرمایید. چون همچین حرفی زدم نمیخواستم بگم و مونده بودم قضیه کار به یه نتیجه برسه بعدن. تا الان سه تا فصلشو رفتم، حالا کم کم چیز میکنه. نه جدی میگی؟ آره آره دیگه من نگفتم بودم که به نتیجه برسه. اما شعالی آرمینم آره به زودی به صورت صوتی ما میدیم بیرون. چقدر عالی. ما تحمل کنن دیگه این صدای ما رو، باید در حال یه جورایی تحمل کنن، ببخشن دیگه. شکست نفسی میفهمی عزیزی. مرسی بابک، چقدر عالی صدای بابک رو کتاب من. چقدر عالی. خیلی خوب، مرسی بابک. خب دانیال جان، ما باید بریم سراغ نفرهای بعد، برای اینکه ما الان دو ساعت هم شده ولی هنوز کلی منتظرن. من بیشتر از این دیگه وقت نمیگیرم. بازم خوشحال شدم وقت گذاشتی صحبت کردی. خیلی ممنون. بدرود، خداحافظ. ممنون. فعلا خداحافظ.